با عرض سلام به عزیزان، از اینکه در این ساعت با من هستید سپاسگزارم. از اینکه یه چند دقیقه تاخیر داشتم ببخشید، یه 3-4 دقیقه تاخیر. امیدوارم که شاد، تن درست و موفق باشید. یه چند تا یادآوری تا بقیه بیان روی خط. آیدی اینستاگرام من برای عزیزانی که دارن ضبط برنامه رو میبینن هست فرحناز جی 777 و این آیدی مشابه آیدی تلگرام من هست، هر دو هست فرحناز جی 777. اینطوری به راحتی یادتون میمونه آیدی رو. برای پیام شخصی از تلگرام آیدی من هست فرحناز جی 777. کانال تلگرام من هست فرحناز جی 2016. کانال دوم تلگرام من که ویدیو درش پسته هست فرحناز جی 2017. من ایمیل هم دارم ولی حقیقتش ایمیلم رو زیاد چک نمی کنم، برای همین بهتر اصلا ایمیلم رو ندم. و در دریافت جواب اگه سوال می فرستید از تلگرام لطفا صبور باشید. همه شما بر من عزیزید، به همه تون جواب خواهم داد ولی من یه نفرم، تعداد زیاد، سوال ها بسیار زیاد. الان دیگه تقریبا با حجم سوالایی که برای من میاد از تلگرام، از اینستاگرام، از فیسبوک یه 2 ماهی زمان میبره تا من به سوالا برسم و بهتره از همون تلگرام سوال بفرستید و فقط صبور باشید لطفا. که اصلا یه دلیلی که من این برنامه جواب سوال اینستاگرام رو گذاشتم برای همینه که یه مقدار به سوالا سریعتر جواب داده بشه. کلاسای ترمی من که این دفعه لازم شد، من چون متقاضین زیاد بودن بیش از یک کلاس تشکیل دادم، بالواقع 3 تا کلاس شد دیگه. کلاس فعلا تشکیل نخواهم داد برای کلاسای ترمیم تا حدود شاید 3 ماه دیگه، بستگی به این داره که ببینم جا باشه برای یک کلاس اضافه، ولی تقریبا دیگه تا 2-3 ماه دیگه فکر نمی کنم کلاس ترمی جدید داشته باشم، ولی بهتون اطلاع میدم. کلاسای تکی، عزیزان که برای کلاسای تکی امور ازدواج، امور مادی، پاکسازی فضا یا درمان به افسردگی میخوان ثبت نام کنن، از واتساپ پیام بفرستید. شماره واتساپ و تلگرام من هر دو یکی هست. معمولا اگه شماره موبایل منو سیو کنید هر دو رو به شما نشون میده که شماره واتساپ و تلگرام من هست 925-478-9470. البته فکر کنم شاید کد امریکا رو بعد قبلش بگذارید. 925 کد شهرمونه، قبلش فکر کنم یا ممکنه لازم باشه 1 بذارید یا کد امریکا، مطمئن نیستم از ایران. خب سلام به عزیزانی که حضور دارن. خانم آسمان: فرانه جون من تو تلگرام 2 هفته است پیام دادم. بعد صبور باشه عزیزم، همونطور که گفتم. خب شما حالا که اینجا حضور دارید سوالتون رو اینجا بپرسید، هدف این برنامه همینه، سوالتون رو اینجا بپرسید و اگه سوالتون رو جوابتون رو دریافت کردید سوال تلگرامتون رو پاک کنید. از این فرصت استفاده کنید سوالتون رو همینجا بپرسید. سلام به خانم سلمانی، نگار، مریسا، مهریلانی، مژگان، خانم مژگان سلام، تبسم سلام به شما، خانم الی، آفریده، شکر، بله شکر از خالق. چرا افرادی که میان تو زندگی هیچ کدوم مناسب برای رابطه طولانی نیستن؟ هر انعکاسی که شما دریافت میکنید، هر شخصی که باش ارتباط پیدا میکنید ربطی به خود شما داره. سوالی که بعد بپرسید اینه که چه چیزی درون من باعث شده من این شخص رو یا شرایط رو به خودم جذب کنم. این سوال حتی میتونید از روح بزرگتون بپرسید، چه چیزی باعث شده که من این شخص یا این شرایط رو به خودم جذب کنم؟ که معمولاً چند تا چیز اصلی داره. یکی دیدگاه و باورهای شما هست.
دیدگاه و احساسی که به خودتون دارید که میشه همون عدم عشق به خود و کارما. اون شخصی که باش رو قرار گرفتید ممکنه باش کارما دارید. ریشه خیلی از مسائل عشق به خود هست، چون وقتی خودتون رو دوست ندارید ارتعاشتون بالا نیست، ارتعاش مثبت بالا، درجه بالا نیست وقتی به خودتون عشق ندارید. غیر از کارما اینجور چیزا که تأثیر پذیره، اگه به خودتون عشق داشته باشید امواجی که از خودتون میفرستید امواج مثبت و عشق و همون رو هم به خودتون جذب میکنید. اگه قانون جذب و قانون کارما رو به خوبی درک بکنید، این به شما کمک میکنه که بهتر هم ازش به نفع خودتون استفاده کنید. میتونید از معلمای نوریتون درخواست کنید که درک بیشتری به شما بدن از قانون جذب و قانون کارما، که چون بهتر که درکش بکنید خیلی چیزا براتون بهتر جا میفته. سلام به خانم جزمن، خانم ستار، خانم مهناز، خانم گلی. چیکار کنم؟ زیبارو باشم؟ در درجه اول بعد خودتون رو در هر حالتی هستید دوست داشته باشید. خود عشق به خود در سلامتی جسمی، در زیبایی پوستتون تأثیر داره. حالا چهره که افراد دارن، یه سری فیزیکایی که افراد دارن هم ریشه کارمایی داره، هم بستگی به اشتراک دی ان ای. چون معمولا مثلا شما مادر پدرتون هر ظاهری داشته باشن، که البته این بدون برنامه‌ریزی نیست چون مادر پدر خودتون انتخاب کردید، ولی خب اشتراک دی ان ای هست. دی ان ای که اشتراک پیدا میکنه، شما یه سری خصوصیات شاید مادر یا پدر رو به خود بگیرید، اون قسمتایش که مربوط میشه به اشتراک دی ان ای که مثلا شباهتایی بین اون پیدا میکنید، اینو دیگه خیلی کارش نمیشه کرد. ولی عشق به خود، شاد بودن، این سلامتی جسم میاره، پوست شفاف میکنه، حس آرامش در سلامتی پوست و زیبایی پوست خیلی تاثیر داره، تغذیه سالم. خانم پوران سلام به شما، خانم نازنین سلام به شما. فرمودید آینده ایران رو روشن میبینید، میشه بیشتر توضیح بدید؟ من ارتعاش کل فضا رو بهش توجه میدم و حدود 2-3 سال تقریبا ارتعاش ایران میاد بالا، خیلی به نوع خیلی مناسب میاد بالا. وقتی که ارتعاش بالاست یعنی میزان عشق بیشتره و میزان آگاهی بیشتره، که این یعنی شرایط بهتر مطلوب تر. من همیشه خواب میبینم ماشینم رو یه جا پارک کردم و یادم میره کجا پارکش کردم. این هم ربط پیدا میکنه به تعادل ذهنی و احساسی، هم توجه به سلامتی جسمیتون که به جسمتون عشق بیشتری بدید و با جسمتون مهربان باشید. در مورد ذکر هو توضیح بدید. من از ذکر هو استفاده نمی کنم. من ذکرهایی که در کانال پست می کنم استفاده می کنم. ذکرهای زیاد متفاوتی هست که دیگران استفاده می کنن. من ذکرهایی که از طرف معلمای نوری و خالق به من داده شده استفاده میکنم، ولی ذکرهای دیگه ای هست که میتونه مفید باشه ولی من استفاده نمیکنم. از روی بزرگم خواستم به مسائل مالی من درمان بده. خواب دیدم آسانسور سوار شدم، دارم با سرعت میرم بالا. این چیز خوبیه. اگر هر موقع در خواب حرکت به بالا دارید خوبه، یعنی داره ارتعاشتون و آگاهیتون داره میاد بالا. هر وقت به سمت پایین میرید یعنی که بعد یه چیزی رو تغییر بدید، مسیر درست نیست. این چیز خوبیه. به سرعت بالا رفتن یعنی ارتعاش و آگاهیتون داره میاد بالا، چیز مثبتیه. رنگ زرد توی خواب تعبیرش چیه؟
کتاب تعبیر خواب منو تهیه کنید که این سمبول ها رو دریافت کنید. سمبول ها توی کتاب هست. زرد میتونه نمادی باشه برای چاکرای سوم. برای عزیزانی که میخوان کتاب تعبیر خواب منو تهیه کنن، از واتساپ پیام بفرستید بگید که کتاب تعبیر خواب منو میخواین. کسایی که خارج از ایران هستند و خود هارد کاپی کتاب رو میخوان، میتونن از سایت گوگل یا شرکت کتاب خود هارد کاپی رو تهیه کنن. عزیزانی که ای بوک کتاب رو میخوان، میتونن از واتساپ با من تماس بگیرن، من ای بوک براتون میفرستم. چطور با روح درون ارتباط بهتری داشته باشیم؟ مراقبه یه راه خیلی مناسبه. وقتی که شما مراقبه میکنید و این سوال خوبی هست، مرسی از این سوال، چون ارتباط با ابعاد مختلف خود ما جزی از آگاهی و رشد ماست و به ما کمک میکنه. مراقبه فواید زیادی داره. یکی از فواید مراقبه اینه که موقعی که ما در حالت آرامش و سکوت هستیم، حسمون، حضور ذهنمون و ارتباطمون با روح درون و خالق قوی تر میشه. چون در اون حالت سکوت و آرامش هست که و به توجه به درون خودمون هست که ارتباطمون با ابعاد دیگه خودمون و خالق قوی تر میشه. روزانه برای حداقل 20 دقیقه مراقبه کنید و ذکر بگید دریافت میکنم عشق خدا رو. این به هماهنگی با روح درون کمک میکنه. میتونید از معلمای نوریتون هم درخواست کنید به شما آموزش بدن در مورد ارتباط با روح درون. چرا موقع مراقبه سر صدا از در دیوار؟ احتمالاً چون موقع در سکوت کامل هستید بیشتر متوجهش میشید، بهش توجه نکنید. معمولاً چون در همه جا ساکته فقط بیشتر متوجهش میشید، نگرنه این چیزا همیشه هست. خانم فیروز سلام به شما. هر وقت تقاضای درمان به کارمای مالی میدم، خواب جنگ جهانی رو میبینم. خب این رب داره به کارمای شما. اون چیزی که کارمای مالی شما رو ایجاد کرده مال اون دوران بوده. خانم هست، شما تو کلاس پاکسازی من شرکت کنید. تو کلاس پاکسازی فضا شرکت کنید. چیزایی هست که باید براتون پاکسازی بشه. من بیشتر اوقات خواب میبینم. ماشینم رو جای خب سوالی که پرسیدید یه بار. از غریبه ها بدم میاد. یک بار تو خواب دیدم. این ربطی به کارمای شما داره و حس امنیت شما. میتونید توی کلاس پاکسازی اگه شرکت کنید بهتون کمک میکنه. کلاس پاکسازی به خیلی زمینه کمک میکنه، هم تو پاکسازی فضا و هم در حس ترس و افکار منفی، اینجور چیزا. به خیلی چیزا این تکنیک پاکسازی فضا در خیلی زمینه مفیده. تو کلاس پاکسازی فضا شرکت کنید و از روح بزرگتون درخواست کنید به حس امنیتتون درمان بده. اگر کسی یه مشکلی داره و ما ربطش میدیم به کارما مثل نقص عضو و افراد، آیا این باعث قضاوت نمیشه و آسمون کارما واسمون کارما ایجاد میکنه؟ بستگی به نوع دیدگاهتون داره. اگر به نوع قضاوت بهش نگاه بکنید، اون چیزی که قضاوت بشه احتمال داره تجربه بشه. اون چیزی که مورد قضاوت قرار میدید ممکنه اون قضاوت باعث تجربه اون شرایط بشه.
ولی اگر صرفاً با این با حس عشق به یک کسی، مثلا اگر که من یک کسی رو میبینم که مشکل عضو جسمی داره با یه شرایطی مثلا به دنیا میاد که شاید به ظاهر مطلوب نیست، دیدگاهی که من بهش دارم اینه که روحش این توانمندی رو در خودش دیده که این شرایط رو برای خودش فراهم کنه. چون افراد یه تصمیم و در برنامه ریزیاشون میتونن انتخاب بکنن بنا به شرایط که چه میزان کارمایی رو در هر عمر میتونن دفع بکنن. و روح شما که خود شما هستی، بنا به توانایی شما این برنامه ریزی رو میکنه، یعنی بالواقع بنا به توانایی خودش که خود شما هستی، به میزان حس توانایی خودتون این برنامه ریزی رو میکنید. حالا دیدگاه من اینه که خب این توانایی این شخص در خودش دیده که این برنامه ریزی رو کرده و من از خالق و فرشته ها برایش درخواست بلسینگ بخشش و آرامش و سلامتی میکنم. یعنی دیدگاه هم این نیستش که دیدگاه قضاوت و بد بهش نمیدم، دیدگاه هم از آگاهی من هست. اگه اون دیدگاهتون از زاویه آگاهی باشه، نه کار ما ایجاد نمیکنه. بله خانم الهه، بله گفتم این کارمای شما هست. احتمالا شما خودت در یکی از عمرهات عرب بودی، برای همین این مسئله رو دارید. باید یادتون باشه روح ما، هویت اصلی ما، ملیت نداره، مذهب نداره. اینکه اون چه مذهبی داره، اون چه ملیتی داره، اینا فقط ظاهر مطلبه. یا حتی جنسیت زن و مرد، روح ما، هویت اصلی ما، هم انرژی زنونه داره هم انرژی مردونه. در عمری که میخواد انرژی زنونش رو تقویت بده، جسم زن اختیار میکنه. موقعی که میخواد انرژی مردونش رو تقویت بده، جسم مرد اختیار میکنه. ولی روح ما، هویت اصلی ما، ملیت نداره، جنسیت نداره، مذهب نداره. اینا همش رول های ما هست در این بود. اگرم شما با کسی به هر نوعی حس آرامش و صلح ندارید، این ربط به کارمای شما داره که احتمال زیاد خودت در عمر قبلی اون رول رو داشتی، ولی ریشه کارمایی داره. چیکار کنم دوست پسرم برگرده؟ خب بعد ببینید دلیل قهرتون چی بوده، از روح بزرگتون ریشه یابی کنید که آیا این شخص به صلاح شما هست و اینکه خب کل جریان چی هست. میتونید از روح بزرگتون درخواست کنید به کارمایی که بینتونه درمان بده، یا میتونید بگید به رابطه ما درمان بده. فقط اینا یادتون باشه عشق زورکی نیست. بعضی ها زورکی عشق میخوان. عشق زورکی نیست، تزریقی نیست. بعد تو وجود یکی باشه. و شما اگر به خودتون عشق داشته باشید، کسی رو هم جذب میکنید که به شما عشق میده. اگه کسی به شما عشق نمیده، براش ریشه یابی کنید. ببینید ریشه از کجاست. بله مرسی از شعر قشنگ. خواب دیدم آتش بنفش رو فرا میخوانم. خیلی خوبه، یعنی داشتید پاکسازی میکردید. خوبه. من به کارمای مالیم درمان دادم، در خواب شما گفتید آذر ماه مشکلت حل میشه. انشالله مشکلتون آذر ماه حل میشه. سلام به شما خانم مریم. اگه روزای خوبی داشته باشم و اتفاق قشنگی بیفته، بازم میترسم. خب به ترستون درمان بدید. اتفاق خوب که حس خوب میده، بعد به اون باورهایی که باعث این حالت میشه و این ترستون درمان بدید. از روح بزرگتون درخواست کنید به این ترس درمان بده. بعضی اوقات ذهن ما شرطی میشه نسبت به یه چیزایی. مثلا اگر توی زمانی، چه این عمر چه عمر قبل،
یه اتفاق خوبی افتاده، بعد بعدش یه اتفاق بد افتاده، ذهنتون شرطی میشه بعضی اوقات. مثلا فکر میکنی که حالا که اتفاق خوب افتاده بعدش ممکنه یه اتفاق بد بیفته، و خود این باور و این دیدگاه همون رو خلق میکنه. بعد به اون باور و اون دیدگاه و اون چیزی که باعث اون دیدگاه باور شده درمان بدید با کمک روح بزرگ. منو دوست داره ولی میخواد یه دفعه فرار کنه. و شبش در خواب میبینم چیکار کنم. خب به نظر میاد ایشون آمادگی رابطه نداره. اگه به گهگاهی میخواد فرار کنه، به نظر میاد که آمادگی تعهد و رابطه دراز مدت نداره. اگه شما، حالا من جزئیات رابطتون رو نمیدونم، ولی اگه شما آمادگی یه رابطه دراز مدت دارید و اون شخص مقابل نداره، خب این هماهنگی نداره. باید هر دو طرف هدفشون یکی باشه. اگر هدفشون یه رابطه هر دو باید هدفشون یه رابطه دراز مدت باشه و آمادگی شده داشته باشن، یا هر دو هدفشون مثلا یه چیز دیگه باشه، اهداف باید مشترک باشه. تو این زمینه از ظاهر مطلب که شما بیان کردید به نظر میاد که این شخص آمادگی رابطه دراز مدت نداره، آمادگی تعهد نداره. خب برای خانم SH، شما اول ریشه یابی بکنید، ببینید ریشه کجاست، بعد بهش درمان بدید، بعد میتونید درخواست درمان بدید، بعد از روح بزرگتون درخواست کنید که به شما نشون بده ریشه این مشکل رو. من میخوام در کلاس شما شرکت کنم. از واتساپ پیام بفرستید، من بگید در کدوم کلاس میخواین شرکت کنید. از واتساپ که پیام میفرستید یه مقدار کمک میکنه به سرعت کار من، که هم موقع که درخواست میخواین بدید اسم و فامیلیتون و اینکه ساکن کجا هستید و کدوم کلاس میخواین شرکت کنید عنوان کنید. این یه مقدار سوال پرسش ها رو کمتر میکنه دیگه، من نخوام بپرسم. برای کلاسایی که میخواین ثبت نام بکنید یا مشاوره که میخواین بگیرید، از واتساپ که پیام میفرستید خودتون بگید اسم فامیلیتون چیه، ساکن کجا هستید و در کدوم کلاس میخواین شرکت کنید. خواب شما رو دیدم که در آسانسور بالا میرفتیم و شما من رو بغل کردید و من از خوشحالی گریه میکردم، داشتم به شما درمان میدادم و بالا رفتن جهت مناسبیه، به شما داشتم درمان میدادم و ارتعاشتون رو داشته میمده بالا. گاهی اوقات ممکنه، مثلا اگه کسی به چهره من میبینید در خواب، ممکنه معلمای نوریتون باشن. گاهی اوقات معلمای نوری از چهرهای آشنا استفاده میکنن برای ایجاد ارتباط، برای اینکه بهتر دریافتشون کنید. مثلا ممکنه چهره هنرپیشه رو انتخاب کنن، یا یه کسی که برای شما حس آشنا داره برای ایجاد ارتباط. یعنی احتمالش هست که از انرژی توی خواب، از انرژی میشه تشخیص داد که اون شخص خود اون شخص هست یا نه. ولی احتمالش هم هست که اگه به نظر میاد که من رو تو خواب دیدید، احتمالش هست معلمای نورتون هم باشن. خانم صابر مرسی عزیزم، منم شما رو دوست دارم. من از معلمای نوریم درخواست آگاهی کردم، تو خواب دیدم توی جاده سربالایی خاکی. سربالایی رفتن چیز خوبیه، یعنی در مسیر درست هستید. خاکی بودنش یعنی آگاهی بیشتر لازم دارید. به درخواستتون ادامه بدید. وقتی که از معلمای نوری درخواست آموزش میکنید، خیلی احتمال داره به خود آموزش حضور ذهن نداشته باشید، ولی به مرور زمان متوجه میشید که آموزش تو چه زمینه بوده. به مرور درکتون در یه سری مسائلی بیشتر میشه، ولی به خود آموزش ممکنه حضور ذهن نداشته باشید.
چون من در شروعی که شروع مسیرم بودم از معلمای نوریم که درخواست آموزش میدادم فقط میدیدم که به سرعت دارم میرم به آسمان، ولی به خود آموزش حضور ذهن نداشتم تا مدت زیادی. ولی خب به مرور حس میکردم درکم و دیدگاهم توی زمینایی داره تغییر میکنه. یعنی به درخواستتون ادامه بدید. نقاشی کشیدن در خواب یعنی پیامش اینه که از خلاقیت خودتون بیشتر استفاده کنید و خودتون رو، چون معمولا افراد که وقتی که کارهای خلاق انجام میدن، کارهای هنری یا توی طبیعتن، این به ارتعاش کمک میکنه. یعنی کارهای خلاقی بیشتری انجام بدید، به استعدادهای هنری خودتون توجه بدید. برای درمان مشکل مالیم خواهرم که فوت شده را در خواب دیدم. انرژی ایشون یه تأثیراتی تو این زمینه داره یا کارمایی که با ایشون دارید؟ یه نکته ای که باید آگاه باشید بهش اینه که میدونم والا خیلی توجهشون رو مسائل مادیه. مسائل مادی یه قسمتش ربط داره به کارمای مالی و کارمای شغلی، ولی خیلی زیاد ربط داره به احساسات ما، احساساتی که به خودمون، به دیگران داریم، روابطمون، حتی دیدگاهامون، باورهامون. ما نسبت به پول خیلی شرطی شدیم. یعنی پول فقط یه پول نیست، چون افراد پول رو الان مثلا حیات خودشون میبینن یا پول رو وسیله نه فقط فراهم شدن. یعنی از لحاظ احساسی و ذهنی وابستگی یا زیادی نسبت به پول دارن افراد. بدین دلیله که فقط ربط مثلا به کارمای مالی و شغلی نداره. خیلی بهتری ریشه یابی بکنید که ریشه از کجاست. ولی معمولا زاویه و لایه های مختلفی داره، چیزهای مختلفی ربط پیدا میکنه به امور مادی. مثلا حتی حس توانمندی، اعتماد به نفس، اینا تو امور مادی تأثیر داره. مدتی است که از روح بزرگم درخواست آگاهی میدم. خواب دیدم به من گفتن تو صدای قشنگ، تو صدای قشنگی داری، باید قرآن بخونی، و من سوره شمس رو با صدای خیلی قشنگ میخوندم. این یعنی که از خلاقیت خودتون استفاده کنید و با خالق ارتباط برقرار کنید. بهترین چیز ارتباط با خالقه، بهترین درمان، بهترین مسکن ارتباط با خالقه. برای ارتعاش بهترین چیز ارتباط با خالقه. برای رفع حس تنهایی با خالق ارتباط برقرار کنید. بهترین کس و همدم شما، بهترین درمانگر شما خالقه. هرچه بیشتر با خالق قلبن روحن ارتباط برقرار کنید، شرایطتون بهتر میشه. خب 29 دقیقه شد، من برمیگردم. حضور داشته باشید لطفا، من برمیگردم.